شهروندان کابل در یک راهپیمایی خواهان قطع رابطه دیپلماتیک با فرانسه شدند. پاسخ دندان شکن جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و حبیب نورمحمدوف با سخنان توهین‌آمیز رئیس جمهور فرانسه مکرون. طالبان در آرزوی پیروزی ترامپ در مساف انتخابات ریاست جمهوری 2020. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. شهروندان کابل در یک راهپیمایی خواهان قطع رابطه دیپلماتیک با فرانسه شدند. دیروز بعد از ادای نماز جمعه برخی از شهروندان کابل در حمایت از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم راهپیمایی کردند. با گزارش اسپوتنیک صدها تن از باشندگان ولایت کابل بعد از ادای نماز جمعه با شعار لبیک یا رسول الله علیه سیاست های اسلام ستیزانه رئیس جمهور فرانسه شعار دادند و سخنان اخیر او را محکوم کردند. در این راهپیمایی شهروندان کابل از حکومت خواستند تا روابط دیپلماتیک خود را با فرانسه قطع کنند. گفتنی است که خشم مسلمان ها از اظهارات ماکرون رئیس جمهور فرانسه و کاریکاتورهای محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر اسلام تشدید شده است. کشورها اسلامی اعتراض کرده و تقاضایی برای تحریم تولیدات فرانسوی نیز وجود دارد. پس از آن که یک معلم به دلیل نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام به عنوان نمونه از حق آزادی بیان در حومه پاریس توسط یک جوان چچنی سر بریده شد، ماکرون در یک سخنرانی پرشور از حق آزادی بیان دفاع کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا: تروریسم در اسلام جایگاه ندارد و اسلام بیزار از تروریسم و خشونت است، چه در فرانسه، چه در کانادا و در تمام جهان. تروریست ها عامل خشونت ها هن، نه ممثل مسلمانان و نه نمایندگان اسلام. واکنش حبیب نورمحمدوف در برابر رئیس جمهور فرانسه ماکرون: الله تعالی چهره این کثافت و همه پیروانش را که تحت نام آزادی بیان با احساسات بیش از 1.5 میلیارد مسلمان بازی می کند دگرگون نماید. خداوند متعال آنها را در دنیا و آخرت ذلیل کند. الله سریع الحساب است و شما آن را خواهید دید. ما مسلمان هستیم و پیامبر خود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را بیش از مادر، پدر، فرزندان، همسران و سایر افراد نزدیک به قلبمان دوست داریم. یقین داشته باشید این اعمال علیه خودشان باز خواهد گشت. پایان کار همیشه با خدا پسندان است. طالبان در آرزوی پیروزی ترامپ در مساف انتخابات ریاست جمهوری 2020. آریانا نیوز: با گفته نویسنده و تحلیلگر شبکه CBS، طالبان و دشمنان دیروز امریکا اکنون طرفدار پیروزی دونالد ترامپ و دعاگو برای شفایابی او از مریضی کرونا هستند. سمیع یوسفزی نویسنده و تحلیلگر شبکه CBS میگوید در حالی که حکومت افغانستان طرفدار پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکاست، تروریست های طالبان و دشمنان دیروز امریکا اکنون طرفدار پیروزی دونالد ترامپ و دعاگو برای شفایابی او از مریضی کرونا هستند، چرا که ترامپ حامی فعلی گروه طالبان و مشتاق به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان است. یوسفزی در ادامه گفت رئیس جمهور اشرف غنی در آرزوی بقا بر کرسی قدرت با پیروزی جو بایدن است، زیرا این طور تصور می شود که با آمدن او توافقنامه صلح امریکا با طالبان منتفی شده و دولت مستقر را تقویت خواهد کرد. از طرف گروه تروریستی و نجات پرست طالبان دعاگوی پیروزی ترامپ هستند. پس از رایزنی دولت و طالبان قطر تسهیل کننده شد. 8 صبح کابل:
پس از روزها گفتگو میان اعضای هیئت دولت و طالبان در دوحه، سرانجام دو طرف قطر را به عنوان تسهیل کننده مذاکرات برگزیدند. منابع در دوحه تایید کردند که از میان چندین گزینه قطر از سوی دو طرف به عنوان تسهیل کننده رای تایید گرفته است. هرچند هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان در این باره به گونه رسمی چیزی نمیگویند، اما منابع احتمال میدهند که این موضوع در روزهای آینده به گونه رسمی از سوی دو طرف همگانی شود. بر اساس معلومات منابع تسهیل کننده، زمینه را برای حضور دو طرف در روی میز فراهم میکند تا از تاخیر و شکست در گفتگوها جلوگیری شود. پیش از این طرف ها با تعیین کشور سیم به عنوان میانجی مخالفت کرده بودند. این گام در حال برداشته می شود که اعضای هیئت دولت و طالبان در جریان روزهای گذشته با فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار و گفتگو کردند. هرچند خلیلزاد بس روی کاهش خشونت ها را از دلایل سفرش به دوحه خوانده بود، اما بر اساس معلومات روی این موضوع آنچنان تاکید نشده است و تنها پیرامون مسائل اختلافی و راه حل آن بس و گفتگو شده است. با این حال آگاهان معتقدند که قطر یکی از گزینه‌های مورد اعتماد آمریکا در مذاکرات بین الافغانی است و این کشور تلاش دارد که برخلاف توقع طرف‌ها زیر نام تسهیل کننده در مذاکرات نفوذ کند. در ادامه مذاکرات بین الافغانی منابع می‌گویند که هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان پس از یک سلسله گفتگوها روی قطر به عنوان تسهیل کننده توافق کردند. دو منبع معتبر در دوحه روز جمعه 9 عقرب به روزنامه اشت صبح گفتند احتمال دارد که این موضوع در روزهای آینده به گونه رسمی از سوی دو طرف اعلام شود. پیش از این منابع به اشت صبح گفته بود که قطر از سوی گروه طالبان به عنوان تسهیل کننده مذاکرات بین الافغانی پیشنهاد شده است. از امریکا، آلمان، ناروی، ازبکستان، اندونزیا و سازمان ملل متحد به عنوان سایر گزینه‌ها نام برده می شد و دولت ترجیح داده بود که دو تا سه کشور این مسئولیت را عهده‌دار شوند. بعد این ترتیب قطر مسئولیت دارد که با تسهیل روند مذاکرات از تأخیر در گفتگوها جلوگیری کرده و زمینه حضور دو طرف در میز مذاکرات را فراهم کند. پیش از این اعضای هیئت دولت و طالبان روی تعیین مبنای فقهی برای حل بنبست و احتمالی مذاکرات و همچنان تعیین توافقنامه صلح دوحه به مبنای مذاکرات اختلاف نظر داشتند. این اختلاف ها سبب شد که هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان برای کمتر از دو هفته هیچ دیداری نداشته باشند.